صبحتان بخیر. شما بیننده ادامه برنامه صبح و زندگی از شبکه های آریانا و آریانا نیوز بگونی زنده هستین و در این لحظات برنامه هم مهماندار هستیم و مهمان خیلی عزیز و گرامی با ما هستن استاد محترم امان الله احمدی که امروز روی یکی از موضوعات بسیار مهم همراهشان صحبت میکنیم، روز جهانی محصلین. استاد سلام، صبح شما بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه. تشکر، زنده باشین. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. ولفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین، ما هم خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه. باشد. استاد خیلی خوب است که در ابتدا از شما بشنویم که محصل با کی گفته میشه. الله برتون اجر بده، موضوع بسیار خوبی را انتخاب کردین. و یک مناسبت هایی هم که می باشه گاه گاهی بعضی روزا را اختصاص میتن به محصل، معلم، به مادر، پدر. خب این مناسبت ها به خاطر عزیز که یک روز خاص انسان در مورد جایگاه این شخصیت ها صحبت کنه. محصل هم که در حق دمون متعلم است. محصل کسی که چیزی را حاصل میکنه و متعلم هم که علم میاموزه. یک اصطلاح هست در وطن ما شما هم که کسی که در مکتب درس میخونه او را متعلم میگن و کسی که در پوهنتون درس میخونه او را محصل میگن. دقیق. یعنی در کل هر دو در طلب علم است. بله. و کسی که در طلب علم خارج میشه، اول باید به دوستا واضح بسازیم که مطلق علم که در او نفع است، ای از نظر اسلام چیز خوب است، محمود است و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث هم که فرمودن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، طلب علم بر هر مسلمان فرض است. علما در شرح این حدیث میگن که البته نظر فقهاست، نظر علماست که علم به دو قسم است، علم شرعی و علم غیر شرعی. یعنی علم غیر شرعی به این معنی است که همه ناجایز است یا نارواست که بعضی ها برداشت غلط نکنن. بعضی حالات است که علم غیر شرعی هم بالا انسان واجب میشه آموزش از اون. دیگه ما از یک ویدیو یکی از دوستا رو دیدم که اونا میگفتن که تقسیم علوم به علم شرعی و علم شرعی غلط است، اشتباه است. من فکر میکنم که از اقوال علما برادر عزیز ما آگاهی درست نداشتن. علم شرعی و علم غیر شرعی فرق داره. بدون شک که علم قرآن و علم حدیث علم شرعی است و این مقام و منزلتش بالاتر است. اما علوم غیر شرعی هم در بعضی حالات هم قسم قبلا گفتیم بالا انسان واجب بشه. مثلا یک کسی تا که طب انتخاب نکرده به عنوان رشته و مسلک بالایش فراگیری علم طب لازم نیست. دقیقا. اما زمانی که امتحان میتا در کنکور داخل میشه در پنزه طب، در اینجا بالا از این لازمی است، چون طب زمانت است. این باید علم از این واجب است که بیاموزه. بله بله دقیقا. بله استاد، وجود و موجودیت محصلین هم در یک اجتماع یکی از موضوعات بسیار مهم و با ارزش در یک جامعه و یک کشور حساب میشه. حالا بر ما بگوین که محصل چقدر میتونه تغییرات مثبت را در جامعه ایجاد بکنه و چه کارهایی را باید انجام به تطابتانه که واقعا منحیث یک الگو بر سایر جوانان حساب شود. بله، اول شما ببینین که اولین آیاتی که در قرآن کریم نازل میشه اقرا است. اقرا بخون. این معلوم میشه که با خواندن انسان تغییر میکنه، خود تغییر میته، جامعه را تغییر میته. و محصل هم که بله این تغییر دهنده است، توسط علم میتونه که جامعه را تغییر بده، تغییر مثبت. اما قسم که پیشتر گفتیم، من فقط بحث پیشتر ما را کمی ادامه میتونم با اجازهتون که بفهم. وقتی کسی یک رشته و مسلک انتخاب میکنه بالا از این لازم است هر رشته را که انتخاب کرده در اون رشته خود را برسانه. به این خاطر علما میگن که تعلیم علم دو قسم است، فرض عین و فرض کفایی. حتی علوم شرعی هم فرض عین داره و فرض کفایی. مثلا ما تا که مالدار نشده باشیم، ثروتمند نباشیم، علم زکات بالای ما فرض عین نیست. لیکن زمانی که مالدار شدیم، سرمایه دار شدیم، بالای ما فرض است که ما بفهمیم که زکات یعنی چی، از مال خود چقدر اجر زکات بدیم. دقیقاً. تا که توانایی نداریم، استطاعت مالی نداریم که حج بریم، علم حج فرض کفایی است. اما زمانی که استطاعت پیدا میکنیم به حج میریم، باید ما ارکان حج بفهمیم.
واجبات حج بفهمیم که در اونجا اگر کدام رکنی از ارکان حج ترک میشه حج ما درست نیست کاملا. همین قسم شما ببینین دیگر موضوعات، یک کسی تانوز مکلف نیست، نماز بالایش فرض نشده، علم نماز یا روزه بالایش فرض کفایی است، اما شخص وقتی که مکلف میشه بالای زی فرض عین میشه که علم حاصل کنه. تا حتی بحث عقیده، ما تنها لا اله الا الله که میگیم به اکتفا نکنیم، مؤمن هستیم، معنای لا اله الا الله رو بفهمیم علمی. دقیقا معنای لا اله الا الله چی است؟ انواع توحید باید بفهمیم، این فرض عین است. اما با تفصیل معلومات پیدا کردن یا به خاطر نفع رساندن به دیگران بازی فرض کفایی است. بله حتما معنای فرض کفایی عین دوستای ما میفهمن. فرض عین اوست که هر مکلف جدا بالایش لازم است که فرض ادا کنه، اما فرض کفایی است که کفایت میکنه، یعنی عده از مسلمان ها اگر او را انجام بتن از عهده دیگران ساقط میشه. مثل که نماز جنازه است، نماز جنازه را عده از مسلمان ها اگر ادا کنه از عهده دیگران ساقط میشه. بدون شک استاد محترم، واقعا مثال های بسیار عالی داشتین که با ما بیننده شریک کردین در رابطه با اینکه چقدر ما باید در رشته که انتخاب میکنیم دقیق تر باشیم و چقدر انگیزه باید داشته باشیم تا به حد توان خود ما را وارد رشته تخصصی خود بسازیم. حالا استاد در شرایط فعلی صحبت بکنین که متاسفانه تمام پوهنتون های دولتی و همچنان تعداد از پوهنتون های خصوصی فعلا رخصت هستند یا فعالیتشان را متوقف کردند، این روند تا چی اندازه میتونه بالای روح و روان محصلین اثرات مخرب کننده و تاثیرات منفی از خود به جا بگذاره؟ واضح است وقتی که ما میگیم که علم سبب رشد و ترقی میشه، بالمقابل ضدش جهل است، نادانی است. علم نور است و جهل و نادانی ظلمت و تاریکی است. وقتی که در یک جامعه مردمش باسواد باشند، با دانش باشند، علم بیاموزند، اینا از مشکلات نجات پیدا میکنند. ولی وقتی که مکاتب سقوط کنه و صلات تقریبا دیگه حالت تعطیل که وجود داره امروز، متاسفانه بعضی جاها درسات تعطیل است، در پانتونام کم رنگ از رفت آمد محصلین، همه قسم در مکاتب، این واقعا تاثیر منفی بالای جامعه داره دیگه. ما فکر میکنم امو که الاشیا تعرف و بیاد دادم، این اشیا بزدش شناخته میشن. گفتیم که وقتی که علم باشه، وقتی که در یک جامعه مردمش با سواد باشن، با دانش باشن، در اونجا از مشکلات و از جنجال ها اینا بیرون میان. اما وقتی که جهل و نادانی باشه، انواع و اقسام فساد به میان میان. واقعا امروز وقتی کسی که دروغ میگه، وعده خلافی میکنه، خیانت میکنه، دزدی میکنه، از حکم از این آگاهی نداره. ولی وقتی که تنها علم شرعی نه، یعنی علم پیشتر ما تقسیم کردیم علومه، امی علم غیر شرعی هم کسی میره در مکتب درس میخونه، انسانیت یاد میگیره. واقعا چرا اسلام با مطلق علم مخالف نیست، صرف علمی که در او ضرر است. مثلا سحر هم علم میگن، علم سحر، اما او به ضرر جامعه است. یعنی هر علمی که مفید است و مؤثر است، ای به خاطر رشد و ترقی جامعه است. در جامعه کنجا جهل و نادانی حاکم باشه، واضح از دیگه انواع اقسام فساد است. بدون شک استاد، ما هم امیدوار هستیم که دوباره تمام تحصیلات عالی و پوهنتون‌های خصوصی و دولتی فعالیت هایشان اثر بگیرن و ادامه بدن تا محصلین عزیز دیگر نگران نباشند که آیندهشان چی میشه و درس هایی که تا فعلا ادامه دادن پس از این کلا روند را به خود نگیره که اونا ناامید شون و بگوین که قدر سال هایی که ما درس خواندیم، زحمت کشیدیم و تحصیل کردیم تمامش بیهوده شوه و به هدر بره. خب استاد، در شرایط فعلی مسئولیت جوانان چه هست؟ تا چی اندازه باید پافشاری داشته باشند بالای ادامه تحصیلات عالیشان و اینکه مصدر خدمت صادقانه به مردمشان و کشور شون شود؟ ما برای جوانای عزیز پیام میست که یعنی در هر شرایط کوشش کنن، اینا تلاش کنن که علم بیاموزن، ولو که اینا رسمی هم یک جای نمیرن، امکانات نیست، مراجعه نمیکنن. امروز از طریق مختلف اینا میتونن استفاده کنن. بین وسایل در اختیار است، اینترنت خودش یک مکتبی بسیار یا کتابخانه بسیار بزرگ است. یعنی شما میال در یک مسئله به مشکل مواجه میشین، میرین به اینترنت مراجعه میکنین، به هزارها معلومات برای شما ارائه میشه. اینا از طرق مختلف اینا هم معلومات خودم که کسب کردن،
ایرا پس تازه بسازن یا معلومات خود ازدیاد بکنن. به خاطر که علما میگه کسی که علم بخونه و او را تکرار نکنه فراموشش میشه. بله. یعنی از سه حالت باید شخصی که علم میخونه خالی نباشه، یا تکرار کنه، یا تدریس کنه، و یا تألیف کنه. هر سه از این پس علم تازه میمونه. و دیگه بله. این که محصلین عزیز ما باید به خاطر سند دست نخونن، یک مشکلی که در جامعه ما متاسفانه همیست که مثلا اون که یک کسی قرآن کریم باز میکنه آخر سوره را میبینه یا آخر سپاره را که چی خلاص میشه. ابن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگه که ولا یکن هم احدکم آخر سوره، قصد ایج یک از شما آخر سوره نباشه که زود خلاص شد. وقتی که میخوانی استفاده کنی، قرآن میخوانی تدبر کنی، محتوایش درک کنی. بله، حال محصل ما خوش نباشه که اینه به خیر خلاص شد. چی خلاص میشه؟ بله بله، امتحان هست. هم امتحان که خلاص شد دیگه کتابا گفتی اون تا اون طرف انداخته میشه دیگه، مراجعه نیست یا پشت کار نیست. تنها به درس پوهنتون و مکتب ما اکتفا نکنیم. دقیقا پشت کار باید داشته باشیم. به می خاطر است که اکثر کسانی که از پوهنتون فارغ میشن متاسفانه ما میبینیم که معاش بگیر هستن، نه خدمت گذار. چرا؟ اکثر همون مثل که پیشتر فهمیدیم رشته و مسلک خود اینا هم در دوران تعلیم و تحصیل اینا علاقمند نبودن، بعد از این هم نمیخوان در رشته و مسلک خود اینا توظیف شن، در جستجوی کار هستن کجا برن که خوب معاش خوب داره، در جستجوی از این هستن که در کجا بریم که مطابق با رشته و مسلک خود وظیفه پیدا کنیم و کار بکنیم. بله دقیقا استاد. و حالا میخوایم از شما بیشتر در این رابطه بشنویم که خب ما یک مثل داریم میگن که عالم بی عمل زنبور بی اصل. محصلینی بله. که تحصیلاتشان را تمام میکنن چقدر مهم است تا که اونا وسیله شوند و چیزهایی را که آموختن به دیگران انتقال بدن. بله واضحا همین قسم که شما گفتین، علم یک امانت است، یک مسئولیت است. یعنی با تایید حرف شما که گفتین همین مطلعی که بزرگان میگی هم از گرفته شده است، زیادش از آیات و احادیث است، مفهوم آیات و احادیث است. همین که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسی است قرآن یاد گرفت و به دیگران یاد داد. تنها نگفت بهترین شما کسی است قرآن یاد گرفت، واقعا بلکه خیریت کسی که قرآن یاد میگیره در ایست که قرآن به دیگران هم برسونه. بنان کسی که علم میاموزه فرا میگیره وظیفیش است که علم به دیگران هم برسونه. و به می خاطر است که در حدیث می رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که ان العالم لا یستغفر له من فی السماوات والارض، برای عالم کسی که در آسمان و زمین از دعا میکنه، به اصطلاح عام مردم سنگ چوب برش دعا میکنند. حتی در حدیث می که حتی النمل فی جحرها، حتی مرچه در سوراخش، و حتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر، حتی ماهی در آب به معلم الناس دعای خیر میکنه. تشکر. یک دنیا باشم. سپاس استاد محترم از حضور شما در برنامه و صحبت های فوق العاده عالی و ارزشمندتان که در رابطه به تحصیلات عالی و روز جهانی محصلین با ما و هموطنان ما شریک کردین. اوقات خوب و خوش برتان میخوایم. خدا نگهدار. تشکر.